بودجه 200 میلیون یوروی بارسا برای جذب بازیکن. بمب تابستانی رونالدو از یونایتد جدا می شود. پیروزی بزرگ برای مدیران بارسا، دمبله برای تمدید آماده شد. خیال امباپه راحت باشد، مسی هم از پاریس جدا می شود. مودریچ گفتم پی اس جی را له می کنیم و کردیم. نیمار دیوانه بازگشت به بارسا است. رقابت تنگاتنگ اینتر و میلان برای جذب دیبالا. اس میلان در تلاش است تا پاولو دیبالا را از اینتر میلان برباید و این بازیکن آرژانتینی را به عنوان بازیکن آزاد به خدمت بگیرد. پنجشنبه هفته گذشته پاولو دیبالا با اتمام قراردادش با یوونتوس به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا شد و در حال حاضر بازیکن آزاد هست. نماینده این بازیکن در حال مذاکره با اینتر میلان است و در صورتی که مشکلی پیش نیاید و تا چند روز دیگر به نایب قهرمانی سری آ خواهد پیوست. با این حال نشریه گدیز تادلو اسپور در خبر اختصاصی مدعی شد که باشگاه میلان قصد دارد با اینتر برای جذب ستاره آرژانتینی به عنوان بازیکن آزاد وارد رقابت شود. مدیران میلان باور دارند که دیبالا در خط حمله موثر خواهد بود و میتواند جانشین مناسب برای زلاتان ابراهیموویچ و اولیویا ژیرو باشد که پا به سن گذاشتند و در پایان فصل ممکن است از این تیم جدا شوند. باشگاه دیگری همچون روم، آرسنال، منچستر یونایتد و تاتنهام به شکل ضمنی مشتاق به جذب دیبالا هستند، اما این بازیکن بیش از همه تمایل دارد تا در ایتالیا به کار خود ادامه دهد و بهترین گزینه برای او اینتر میلان هست. پیروزی بزرگ برای مدیران بارسا، دمبله برای تمدید آماده شد. نشر اسپورت مدعی شد که عثمان دمبله پیشنهاد بارسلونا را پذیرفته و قرار است به زودی قرارداد جدید با بلوگرانا ببندد. باشگاه بارسلونا و عثمان دمبله چندین ماه برای تمدید قرارداد مذاکره کردند، اما به توافق دست نیافتند و در نهایت قرارداد ستاره فرانسوی به اتمام رسید و او در حال حاضر بازیکن این باشگاه نیست. با این حال نشر اسپورت مدعی شده که ستاره فرانسوی حاضر شده تا قرارداد خودش را مطابق با پیشنهاد بارسلونا تمدید کند و در این باشگاه بماند. طبق این گزارش طرفین به توافق نهایی دست یافتند و دمبله با کاهش 40% دستمزد قرارداد خودش را تا 2024 با آبی و ناری ها تمدید خواهد کرد. گفته می شود که قرارداد جدید دمبله قبل از آغاز تمرینات تیم امضا خواهد شد و این بازیکن فرانسوی جز اولین بازیکنان خواهد بود که در تمرینات حضور پیدا خواهد کرد. خیال امباپه راحت باشد، مسی هم از پاریس جدا می شود. پی اس جی قصد دارد تا با فروش مسی و نیمار تیم جدید و رقابتی بسازد. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن بعد از تمدید قرارداد با کیلیان امباپه به وجه صلاحیت های مدیریتی و دخالت در سیاست نقل و انتقالات و ساختن تیم جدید با محوریت وی و با بازیکنان رقابتی تر را داده است. در همین حال پدرو موراتا خبرنگار اسپانیایی از طریق پی اس جی تا گفته است که تیم مدیریتی ورزشی جدید پاریس سن ژرمن شامل لوئیس کامپوس و کایو هنریکه بر علاوه تمایل به فروش نیمار قصد دارند تا مسی را هم به فروش برسانند. این در حالی است که اوپن گزارش داده که برنامه پاریس سن ژرمن فروش مسی و نیمار در اسرع وقت است. ایده این است که یک تیم جدید با فوق ستاره کمتر ولی بازیکنان رقابتی تر ساخته شود. طبق دای موراتا بزرگترین مشکل پاریس است مزد بالای مسی و نیمار هست و به همین خاطر تیم توانای پرداخت دستمزد و جذب این دو بازیکن را ندارد. گفته می شود که امکان خروج نیمار از مسی بیشتر هست، زیرا اسکای اسپورت گزارش داده که مسی حداقل یک فصل دیگر و تا پایان قراردادش در این تیم خواهد ماند، در حالی است که پیشتر گزارش شده بود که یکی از شرایط امباپه برای ماندن در پاریس فروش نیمار هست. حالا اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، رفتن مسی هم با خواسته امباپه انجام شده است؟ بودجه 200 میلیون یوروی بارسا برای جذب بازیکن. باشگاه بارسلونا قصد دارد مبلغ قابل توجهی را برای جذب بازیکنان در پنجره تابستانی هزینه کند. شرایطی که بارسا در فصل گذشته تجربه کرد باعث شد که مدیران این تیم به فکر تغییر و تحول اساسی باشند. این باشگاه حالا قصد دارد به صورت جدی هزینه قابل توجهی در پنجره نقل و انتقالات تابستانی داشته باشد و بازیکنانی که ژاوی هرناندز برای تقویت تیمش در نظر گرفته را به نوکم منتقل کند. روزنامه اسپانیایی مارکا مدعی شده که مدیران این باشگاه بودجه 200 میلیون یورویی برای خرید بازیکن جدید در نظر گرفته.
هستند و قصد دارند با زودی حضور قدرتمندانه در بازار نقل و انتقالات داشته باشند. این روزنامه خبر داده که مبلغ مد نظر بارسا برای جذب بازیکنان از فروش 15% از حق پخش تلویزیونی این باشگاه در 25 سال آینده تامین شده است. این در حالی است که پیش از این گفته شده بود سود بارسا از این بخش 207 میلیون یورو است و لالیگا نیز به آنها هشدار داده بود که بخش از این مبلغ باید صرف پرداخت بدهی‌ها شود. بارسا برای برگزاری اردوی پیش فصل در نیمه دوم ماه جولای راهی آمریکا خواهد شد و انتظار می‌رود که آنها در وسایط خریدهای خود را نهایی کرده و ساعت شلوغی را پیش رو داشته باشند. مودریچ گفتم پی اس جی را له میکنیم و کردیم. لوکا مودریچ پس از شکست 1-0 بازی رفت برابر پی اس جی بعد از کارواخال وعده له کردن پی اس جی در بازی برگشت را داده بود. رئال از 1/8 نهایی تا فینال توانست با بازگشت های به یاد ماندنی از صد پی اس جی، چلسی و سیتی بگذرد و در فینال نیز با 1 گل برابر لیورپول پیروز شد. با گمان بسیار برتری بر پی اس جی در 1/8 نهایی کلید قهرمانی رئال بود. لوکا مودریچ در مصاحبه با یک نشریه کروات در مورد آن بازی و فصل گذشته صحبت کرد. بهترین فصل فوتبالی. قضاوت در این مورد سخت است چون قبلا فصول خوبی دیگری هم داشتم. به عنوان مثال فصل 2017-18 قهرمانی 13 رئال در کیف. خوشحالی پس از حذف پی اس جی. کاملا خودجوش بود. برای من آن یک بازی کلیدی بود. قبل از بازی برگشت با پاریس تردیدهای در مورد ما وجود داشت و تعداد کمی به ما باور داشتند که میتوانیم ابرقدرتی چون پی اس جی را حذف کنیم. در پارک دو پرنس وقت من و کارواخال تعویض شدیم روی نیمکت به او گفتم کاروا خواهی دید ما آنها را در برنابئو له میکنیم و این کار را هم کردیم. بمب تابستانی رونالدو از یونایتد جدا می شود. روزنامه تایمز گزارش داد کریستیانو رونالدو از طرف یک باشگاه بزرگ پیشنهاد دریافت کرده و به منچستر اطلاع داده امسال تابستان قصد جدایی دارد. یکی از مهمترین خبرهای نقل و انتقالات تابستانی امسال امروز توسط روزنامه معتبر تایمز منتشر شد. کریستیانو رونالدو از یک باشگاه بزرگ پیشنهاد دریافت کرده و به منچستر اطلاع داده که قصد جدایی دارد. ابرستاره پرتغالی کمتر از یک سال بعد از پیوستن دوباره به باشگاه منچستر یونایتد حالا از مدیران این باشگاه درخواست کرده که با جداییش موافقت کنند. تایمز میگوید رونالدو به صورت خصوصی از باشگاه دیگر پیشنهاد دریافت کرده ولی به یونایتد گفته اگر به زودی پیشنهاد رسمی از راه برسد باید با جدایی او موافقت کند. در این گزارش اشاره شده رونالدو که در حال حاضر 37 سال است اعتقاد دارد تا 3 یا 4 سال دیگر میتواند در بالاترین سطح بازی کند. او به همین خاطر مایل است در این مدت باقی مانده در باشگاه حضور داشته باشد که امکان اضافه شدن به تعداد جام‌های قهرمانی و افتخاراتش را هم فراهم کند. نیمار دیوانه بازگشت به بارسا است. احتمال بازگشت نیمار به بارسا وجود دارد. در حالی که کیب ادعا میکند نیمار با استفاده از بنده که در قراردادش وجود دارد میخواهد تا سال 2027 در پی اس جی بماند، اما منابع خبری دیگر میگویند این ستاره برزیلی معتقد است در صورت جدایی از قهرمان فرانسه به بارسا بازگردد. این موضوع شب گذشته در برنامه تلویزیونی اسپانیا وی وانس تی وی 3 یاد شد. با گفته این منبع نیمار مورد توجه تیم های انگلیسی از جمله چلسی است، اما بازگشت به بارسا را به تیم های لیگ برتری ترجیح خواهد داد زیرا او دیوانه بازگشت به بارسلونا است. این منبع می افزاید جاوی سرمربی بارسا نیز از بازگشت نیمار به تیمش استقبال خواهد کرد و مانعی در این راستا وجود ندارد. گفته می شود مصدومیت های متوالی در تای چند فصل اخیر و حقوق بالای 30 میلیون یورویی در سال مدیران پی اس جی را مجاب کرده تا او را در لیست فروش تابستانی شان قرار دهند. قرارداد نیمار با پاریس سن ژرمن تا سال 2025 اعتبار دارد.